صبح شما بخیر هموطن عزیز، بازم خوش آمدین، سپاس از امراهیتان که تا لحظات برنامه خودتان با ما امراه هستین و ما را بیننده هستین. ما هم در این بخش برنامه در صبح در خدمت آقای خلیل الله امین، مسئول شکایت صحی وزارت صحت عامه افغانستان قرار داریم. میخواییم در مورد ای که شما عزیزا از کدام طریقه ها و از کدام راه ها شکایتی که دارین از هر بخش وزارت صحت عامه افغانستان از کدام طریق میتونین که به سمع مسئولین برسانین و در ضمن از او ای که شما از او شکایت میکنین در چقدر وقت این شکایتتان شنیده میشه و هم به او شکایتتان رسیدگی صورت میگیره و موضوعات بعدی از مهمان ما بشنویم. صبح شما بخیر دکتر صاحب، خوش آمدین. سلام علیکم، صبح شما بخیر، تشکر از تلویزیون جهانی نور که فرصت مساعد کرده امروز شما صحبت بکنید. به ما زنده باشین دکتر صاحب. ابتدا خوب است در مورد ازی برمون بگوین که از کدام طریقه اگر یک کس در یک شفاخانه یا خودش مریض می باشه یا هم پایواز می باشه میخوای شکایت داشته باشه و شکایت را به سمع مسئولین برسانن، از کدام طریقه میتونن که شکایت خود را به شما برسانن؟ تشکر از سوال شما. در قدم نخستی را بار بر شما بگویم که ما از طریق چندین طریقی است که ما میتونه شکایت ثبت بکنه. اول طریق مستقیم است که مراجعه میکنم، دوم طریق تلفن و نمبر تلفنی است که ما از طریق فیسبوک خود پخش کردیم، به مهمان عزیز خود میتونن نمبر یادداشت بکنن، امر ما تماس بگیرن و ما شکایات به مراحل مختلف تقسیم کردیم که شکایات درجه اول در درجه سه است که شکایات درجه اول ما شکایاتی است که دفعتاً آنان وقتی کسی که تماس امروی ما میگره آنان به او رسیدگی صورت میگره و درجه دومش توسط مکتوب است، باز کمیسون ایجاد میشه، بعضی شکایات های جدی تری که میباشه. بسیار خوب دکتر صاحب، گفتین به صورت مستقیم از این طریقه گفتین که هموطن از ما میتونن شکایت خود را درج بکنن. یکی خوب است در مورد شکایت مستقیم برای ما بگوین که شکایت مستقیم تنها میتونن برای صاحب شفاخانه مراجعه بکنن یا هم به کدام بخش دیگه؟ چگونه؟ خب در صورتی که طبعا مرکزی که به توجه صورت میره و دسترسی بر رهبری شفاخانه وجود داشته باشه، بعد بازو تماس میگیرن امر ما که نمبر تلفن ما در فیسبوک است، یک نمبر رسمی است که از طریق وزارت مخابرات عکس کرده که 0747242444 نمبرش است، میتونه هموطن عزیز تماس بگیره. دکتر صاحب شما را یک بار دیگه سر بگوین. 0747242444 بله باز 24 دقیقاً 44 44 بسیار خوب. این شماره است که 24 ساعت فعال میباشه و هموطنان از ما میتونن که هر شکایت داشته باشن به این شماره تماس بگیرن و شکایتشان گفتین که به صورت قسمت سوم بعض مراحل را در بر میگیرن. شکایت هایی که در مرحله اول و یا هم ابتدایی قرار دادن کدام شکایت ها است که مستقیما و هم به صورت فوری میخواین به او شکایت ها رسیدگی کنید؟ فرضاً یک شفاخانه دفتر نوکریوال نمی باشه، یک سیستم درست ارزی قدم موسی دفتر صورت میره، با مریضا کمک عاجل صورت نمیگیره و مریض سرگردان میشه، میتونه امرای ما تماس بگیره و مستقیم با رهبری شفاخانه یا مرکزی تماس بگیریم که آنان باید اجرا سوره. و مرحله دوم شکایاتی است که شکایت صورت میگیره از سیستم ارزی خدماتی که بی‌توجهی جدی‌تر بوده، مریض بستر بوده، سی توجه نبوده، که بعد نور متوسط کمیسیون و توسط مکتوب و یا از طریق رهبری وزارت صحت عامه به گوش مسئول قرار میده. و درجه سومش شکایاتی است که در جوال هستند، شکایاتی است که موضوع اختلاس و موضوع رشوت و موضوع این موارد را بر میره که باز کمیسیون میشه و کمیسیون را در موردش بحث میکنه و با اساس فیصله کمیسیون و رهبری وزارت صحت عامه با مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنه. بله دکتر صاحب، یک نکته خوب را اشاره داشتین، گفتین که رشوت در این قسمت چقدر از هموطنان از ما با وزارت صحت عامه افغانستان همکار هستند، چقدر از میتونیم بگوییم که دکتر صاحبایی که اونا رشوت در مراحل مختلف میخواین از مریضای خود و هم از پایوازا داشته باشن با شما تماس میگیرن و چه کار در این رابطه شما میتونین انجام بدین در چقدر وقت؟ تشکر. چون شکایت از طریق تلفن در این مورد یک ادا تا که 100% تثبیت نشه، ادا دیگه میشه شده بله باید ثبوت داشته باشن، باید ثبوت داشته باشن. بران وقتی کسی در این مورد امروی ما تماس میره، ما پس هم امروز شخص تماس میگیریم که باید مستقیم مراجعه بکنه، ما اسناد و شواهدی را که داره در مقابل باید دسترس ما قرار بده که مورد تعقیب بکنیم. بله چقدر وقت میشه که این شماره را شماره که قبلا گفتین این شماره را فعال ساختین تا یک هموطن عزیز ما به صورت مستقیم با شما تماس داشته باشن شکایت خود درج بکنن؟ تشکر. باید یادآور شوم که در حدود تقریبا 5 ماه میشه که دفتر ایجاد شده در رهبری وزارت صحت عامه، به خاطر بیبود ارزی خدماتی بعضی شکایاتی بود، بعضی سیستمایی بود که نارساییایی بود، قبلا یک شکایت صورت میگرفت، یک کمیسیون ایجاد میشد و هیچ مرکز مستقیم وجود نداشت که رهبری بکنه.
و با ایجاد دفتر شکایت سی ما بسیار سهولت ها رو به ایجاد آوردیم که در قدم نخست یک لایه ایجاد کردیم، یک طرز العمل ایجاد کردیم که ما بتونیم به اساس این طرز العملتان چی هست یا هم لایحه میشه در موردش معلومات بر ما بتین بگین که کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ این طرز العمل به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس قانون صحت افغانستان توسط یک کمیسیون رهبری وزارت صحت عامه ایجاد شده و این طرز العمل ما را راهنمایی میکنه که ما چطور به شکایت رسیدگی شود و سیستم از این قسم از وقتی شکایت به ما میرسه پس ما مسئول هستیم که شکایت بررسی کنیم به او رسیدگی شود و بعدا به اون کسی که شاکی است شاکی بوده است به او اطمینان بدهیم که بله به شکایت شما دینی هر سر رسیدگی شده شما مطمئن باشه. و این طرز العملی است که می سیستم ایجاد شده تقریبا دو سه فصل داره و در 12 ماده داره که به اساس راهنمود از این مهاجرات دکتر صاحب اگر کسی شکایت میکنه و هم میخواد در یک بخش شما را کمک بکنه همراهتان باشه چقدر میتونیم بگوییم که هویت از اونا پنهان میمونه چون در افغانستان متاسفانه بعضی گپ ها هست؟ بله در قدم نخست همین طرز العمل به ما مسئولیتی را داده که تمام موارد حفظ میباشه، کسی شکایت میکنه اسمش هویتش همه چیزش محفوظ میباشه، قطعا اج مرجعی وجود بر ما در مقابل هیچ مرجع مسئول نیستیم که ما پاسخگو باشین باید دیمی هویت از افشا بکنیم چون که اساس یک شکایت حفظ هویت از است، باید حفظ هویت از باشه به خاطر بهبود ارزی خدماتی ما این مسئولیت را داریم که تمام کسایی که شکایت میکنند در دیتابیس خود ثبت میکنه و این پیش ما محفوظ است. بله دکتر صاحب فکر نمیکنین که در شهر کابل با این قدر بزرگی که هست یک شماره تماس به خاطر شکایت هموطن عزیز ما در 24 ساعت کم باشه و هم بسیار بگوییم که رسیدگی درست اگر صورت بگیره برای هموطن ما یک شماره تماس که شما گفتین این شماره ناکافی هست؟ چون فعلا دیده است ما دولت توسعه است ان شاء الله را قسم میسازیم که سیستم ایجاد میشه سیستم مخابراتی که ما بتونیم وقتی که شکایت صورت میده شکایت ثبت شده بره و بعدا به رسیدگی بشه و دیگه در پلیس ما صفحه فیسبوک هم داره میتونیم از طریق صفحه فیسبوک هموطنان از این ما امروی ما شکایت خود بگذارن صفحه فیسبوک ما از دفتر شکایت سی وزارت صحت عامه. بسیار خوب دکتر صاحب شماره تماس را که شما گفتین متاسفانه یک تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما همه قسمی که به امبولانس به اطفایه به پلیس به بعض مراجع مختلفی که در افغانستان هستند بر از اونها مزاحمت میکنن و هم بگوییم که دروغ میگن به بهانه مختلف تماس میگیرن و وقتی که ببینی هیچ کدام گپ نیست چقدر شماره های مزاحم در طول روز به این شماره تماس میگیرن و میخواین که کارتون اخلال بکنه؟ تا فعلا به او سطح بالایی نیست که کار ما اخلال شده در این مورد، اما بله بعضی دوست ها هستند بعضی پیام ها میگذارند بعضی تماس ها میگیرند، اما آرزوی ما ایست که ما را وقت ما را نگیرند و ما چانس بتن که ما بتونیم واقعا به ارزی خدمات سی به خاطر بلند بردن ارزی خدمات سی به خاطر کیفیت ارزی خدمات سی در سر تا سر افغانستان این شماره باید حالت نرمال خود داشته باشه و کسی که مشکل داره او تماس بگیره. بله از طرف روز هموطن عزیز ما که مشکل میگیرن به همین شماره تماس میگیرن، از طرف شب هم میتونن به همین شماره تماس بگیرن و چقدر امکان از این هست که شاید از طرف شب این شماره تماس وقتی که هموطن عزیز ما تماس میگیرن جانب مقابل پاسخ بگوین امکانش هست یا خیر چگونه هست؟ بله برای فعلا امید تلفن 24 ساعت است، از طرف روز هم است و از طرف شب هم است تلفن جواب دادن میشه و کسی که تماس میگیره یادداشت میشه و تمام مواردش تعقیب میشه. ارزی خدمات این تلفن 24 ساعت است فعلا. بسیار خوب این شماره تماس را که به دسترس هموطنان عزیز قرار دادین چقدر تونسته تا فعلا شما را به خاطر بهبود کیفیت و هم به خاطر رسیدگی به بعض نکات که شما در او مورد شاید اطلاعی نداشته باشین کمک بکنه؟ ما از طریق تلفن و طریق صفحه فیسبوک خود و از طریق مراجعه مستقیم هموطنان عزیز ما در رهبری وزارت صحت عامه ما داودو به 120 شکایت سی رسیدگی کردیم. او شکایت ها چی بودن؟ عدم رفتار مسئولین بوده، بی‌توجهی بوده و امیر عزیز این موارد ها بوده است. بسیار خوب اگر کسی تماس میگیره میگه که در قسمت مریضش به توجهی صورت میگیره و همکار خلاف در یک شفاخانه میبینن بر شما تماس میگیرن چقدر در چند ساعت میتونین کنار کمک بکنین؟ پیشتر بر شما عرض کردم که دفعه وقتی کسی تماس میگیره به توجهی صورت میره ما برابری وزارت صحت و برابری مرکزی تماس میگیریم، برابری مرکزی مسئول است که نوکریوال خوده که ارزی خدمات در اون بخش میکنه هر سرویسی که هست و او ادایت بده که در مورد این مریض با توجه صورت بگیره.
بسیار خوب. از برنامه های بدیتان به خاطر شکایت صحی وزارت محترم صحت عامه بر ما بگوین که دیگه چه برنامه هایی روی دست دارین؟ برنامه های بعدی ما ایست که دفتر توسعه پیدا بکنه و ما بتونیم اعتماد مردم به خاطر ارزی خدمات بالای وزارت صحت عامه بشن. این دفتر فقط فعلا در کابل هست؟ این دفتر فعلا در کابل است و قرار است که در آینده ها یک نمایندگی در سطح ولایات داشته باشه که مثلا در ولایتی که مشکلی به وجود میاد باید به اون ولایت مراجعه شود یا طریق مسئولین اون ولایت باید شکایت رسیدگی صورت بگیره. بسیار خوب، بسیار تشکر از شما دکتر صاحب که تشریف آوردین به برنامه ما. پیام گفتنی اگر برای هموطن عزیز ما داشته باشیم. تشکر از شما، تشکر از همکاران عزیز شما. ما انشالله به خاطر ارزی خدماتی بهتر رهبری وزارت صحت عامه کوشش میکنه که تمام راه ها و تمام سیستم های را روی دست بگیره که ارزی خدماتی در افغانستان چی در خصوص مراکز خصوصی چی در مراکز دولتی بلند بره. انشالله. بسیار تشکر. تشکر از شما. از شما عزیز هم سپاسگزار هستیم که تا این لحظات برنامه خودتان ما را همراهی کردین. منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالمتان از طریق صفحه فیسبوک و برنامه دیدار صبح هستیم. در همه قسمتی که دوستایتان را سرچ میکنین، در همه قسمت بدری هم با پشتو دیدار صبح نوشته بکنین، صفحه دیدار صبح باز میشه، میتونین کلیک بکنین، کامنت بگذارین و هم اگر میخواین که مهمان برنامه ما باشین، باز هم از همه طریق با ما شما را و نامتان را ارسال بکنین. در این روز بخش معلوماتی برنامه دیدار صبح آماده نشر است. بعدش هم آهنگ را فراموش نکنین، دوباره برمیگردیم با شما. عزیز هستیم.